باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین به نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم. امیدوارم هر کجا که هستید جور و صحتمند باشید، در کنار دوستان، فامیل، اقوام در امنیت کامل به سر ببرید. فرارسیدن ایام عاشورا، ایام حزن و ماتم، ایام عزا و مصیبت ابی عبدالله و الحسین را محضر شما خوبان و بینندگان و شفتگان ابی عبدالله و الحسین و عمومی آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که در این دهه محرم درسی آزادگی از مکتب عاشورای حسینی همه ما گرفته و بگیریم. در برنامه عاشوراییان با موضوع حماسه سازان کربلا در خدمت شما هستیم، در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی یاور غفاری قرار داریم. از ایشان دعوت به عمل آمده است. قبل از شروع به بحث اصلی با ایشان یک حال و احوالی داشته باشیم. دوباره خدمت شما برمیگردیم. السلام علیکم آقا، خیلی خوش آمدید. اگر کدام سلام و عرض ارادت محسن بینندگان دارین در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و آله طاهرین و عرض سلام و تحیت و درود به همه شما هموطنان و همشهریان عزیزی که در اطراف و اکناف عالم مهمان این برنامه اهل بیتی هستید. تسلیت عرض میکنم حلول ماه غم و ماه حزن و اندوه و مصیبت سید الشهدا امام حسین علیه السلام را خداوند انشاءالله که توفیق برگزاری عزاداری با معرفت برای اون حضرت برای همه ما عنایت کند انشاءالله. در خدمت شما هستم جناب. خیلی خوش آمدید. یک جهان تشکر و ممنون. بیننده های محترم، در برنامه عاشوراییان نقش طیف عظیمی از حماسه سازان عاشورا، اعم از برادر، خواهر، پیر، جوان، عجم، غیر عجم و اطفال را خدمت شما به کارشناسی بگیریم تا بشود یک قدمی برداریم در راستای بیشتر معرفت مکتب حماسه ساز عاشورا. در برنامه امروز که مصادف است با اول محرم الحرام و این دهه محرم را خدمت شما خوبان شبکه جهانی هادی تیوی تسلیت عرض می کنم. امروز موضوع بحث ما نقش غیر عرب ها در نهضت عاشورا هست. از کارشناس محترم می پرسیم که آیا غیر عرب در قیام امام حسین حضور داشتن یا نه؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید. برای توضیح جواب این سوالی که حضرت عالی نمودید، یک مقدمه کوتاهی را خدمت همه بینندگان عزیز و مهمانان این برنامه عرض میکنم. بفرمید. و اون اینه که دین اسلام دینی است بر اساس فطرت انسان، بر اساس خواست درونی انسان، بر اساس مقتضیات ذاتی انسان. خدای سبحان در قرآن می‌فرماید فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. یعنی رو بیاورید به طرف دینی که بر اساس فطرت شماست، بر اساس خواست درونی شماست. پس بنابر این دین
خواسته فطرت انسان است و عبارت دیگر دین یک قانون عملی است، یک قانون جاودانه و همیشگی است و این قانونی که از ناحیه خدا تشریع شده است درست مطابق است با اون مقتضیاتی عالم تکوینی که عالم فیزیکی ما باشه، وجود فیزیکی ما باشد، مطابق با این هست. پس بنابراین دین ما و مطابق خواست ذاتی ما و مطابق فطرت انسانی است. این یک نکته. نکته دوم، تمام روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده، به عبارت دیگر سیره گفتاری ائمه علیهم السلام، همه‌شان بر اساس فطرت است، بر اساس مقتضیات ذاتی انسان است. به همین جهت است که امام رضا علیه السلام فرمود رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا اون بنده را رحمت کند، مورد رحمتش قرار بدهد که امر ما را، امور ما را زنده نگه می‌دارد، زنده بپا می‌دارد و شایعش می‌سازد، گسترش می‌دهد. یک کسی سوال کرد از روات، سوال کرد که یا ابن رسول الله کیف یحیی امرکم، چگونه زنده می کند امر شما را، و امر شما چیه که زنده می کند؟ امام علیه السلام فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فرمود که کسانی که امر ما را زنده می کند باید به این صورت زنده بکند که باید علوم ما را دریابه، روایت های ما را دریابه، معارف ما را دریابه و همین معارف ما را برای مردم هم تعلیم بده، پخش بکنه نشرش بده. فرمود این چنین می شود زنده کرد. بعد نکته آخر فرمود، فرمود فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، فرمود اگر مردم کلام ما رو بشنود، سخنان ما رو بشنود، علوم ما رو بشنود، خود به خود جذب خود ما می شود، ما رو متابعت می کند، ما رو رهبر قرار می ده، ما رو پیشوا. پس علوم ائمه، روایات ائمه هم بر اساس فطرت انسان و مقتضیات ذاتی انسان است، در راستای توضیح و تفسیر آیات است. بله. نکته سوم اینه که همونطور که سیره گفتاری بر اساس فطرت انسان هست، نکته سوم اینه که سیره عملی ائمه علیهم السلام هم بر اساس فطرت انسان هست. رفتار و گفتارش بر اساس فطرت انسان هست. بر اساس خواستهای درونی انسان هست. یکی از سیره عملی ائمه علیهم السلام که بر اساس فطرت هست همین قیام عاشورا است. قیام عاشورا یک قیامی بوده است که در واقع طبق خواست درونی هر انسان بوده، آزادی خواه بوده و برای این بوده که مردم عزتش حفظ بشود در سایه اسلام، آزادیش حفظ بشود در سایه اسلام و همه شؤوناتشون اداره بشود در سایه اسلام، شرافت انسانی در سایه اسلام تأمین شده. به همین جهت که پیامبر خدا بسیار زیبا فرمود، فرمود ان لقتل الحسین علیه السلام حرارت فی قلوب المؤمنین. هر کی مؤمنه، هر کی مسلمان واقعیه، هر کی تسلیم خدای سبحان و شریعت پیامبر هست، این قیام امام حسین علیه السلام یک شعله است، یک در عشق است که در درون اونها نهفته. وقتی که شعله در درون اونها باشد، فرمود لن تبرد ابدا، هیچگاهی به خاموشی نمیگراید، هیچگاه به بوته فراموشی سپرده نمیشود. پس بنابراین قیام امام حسین علیه السلام طبق خواست درونی هر انسان. به همین جهت و انصافا این سوال شما قشنگ جا داره که آیا در قیام امام حسین علیه السلام غیر عرب هم نقش داشته یا نداشته، حضور داشته یا نداشته، حضور فیزیکی داشته یا نداشته، سوال قطعا میش پیش میاد، به خاطر که امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت میکنه، خودش عرب، از جغرافیای عرب، بعدم میاد در برشاد در مکه، اونم جغرافیای عربی، بعدم میاد این در قیام عراق. در عراق ارشاد واقع میشود، اینم در جغرافیای عربی. پس آیا غیر عرب هم در این قیام حضور داشته یا نداشته؟ خب این یک سوالیه.
و خب از اون طرفم این قیام هم محدود بوده. مثلا بگیم اصل قیام، اوج قیام از کجا شروع می شود؟ از هشتم ماه ذی‌الحجه شروع می شود، از روز ترویه که امام حسین علیه السلام دیگرها به طرفی ارشاد اعمال حج می رود، امام علیه السلام حج را اونجا کوتاه می کند، از تمام می کند، از همونجا حرکت می کند به طرف چی؟ عراق حرکت می کند. خب در دهم عاشورا هم به پایان می رسد، در واقع یک ماه هم نمی شود، 28 روز بگیم یا مثلا بیشتر بگیم یا بگیم 32 روز هر شد به این حد، یا 28 روز هر شد این چی اتفاق میفته جریان. آیا غیر عرب در اینجا حضور دارد یا ندارد با توجه بگیم؟ خب بدون شک در از لحاظ تاریخی وقتی بررسی بکنیم در کوفه اونچنانی که ارشاد دینوری در کتاب اخبار توالش می نویسه، میگه در کوفه در زمان قیام امام حسین علیه السلام گروه های زیاد زندگی میکرد. یک گروه، گروه موالی بودن. موالی به کسانی میگن که غیر عرب بود، حالا ایرانی باشه، ترکی باشه، بنگلادشی باشه، هر جایی باشه، مثلا سودانی باشه، آفریقایی باشه، هر جایی باشه، به اونا میگفت موالی. و جالب اینه که در اون زمان از طیف عرب ها حساب میشه، سودان کشوری به هر حال سودان سیاپوستایی هستند که شاید اونا عرب حساب نمیشدن، ظاهرا اونا رو بیشتر به هر حال این موالی بودن. میگه 20,000 نفر در اون زمان اونجا در شهر کوفه سکونت داشتن. حالا ممکنه یک عزیز سوال بکنه مثلا چرا اینا در تاریخ نامش نیامده، چرا در تاریخ نامش نیامده، نقشش در حادثه عاشورا پررنگ نشده، پررنگ چرا نشده و چرا مثلا در تاریخ عاشورا ذکر نشده این قضیه؟ خب ای در این که واقعا این موالی حضور داشته در قضیه عاشورا یا نداشته، یک قول اینه که حضور نداشته، بعضی مورخین اینو نوشته، ولیکن بر اساس کاوشه هایی که در تاریخ صورت گرفته، پژوهش که در قضایای عاشورا قرار گرفته صورت گرفته و در اصحاب عاشورا و به قول فرمایش به قول شما که عاشورایان مثلا پژوهش صورت گرفته، و از اینجا به دست میاد که حضور داشته و حضور پررنگی هم داشته. چرا پس بعد از تاریخ نام اینا ذکر نشده؟ دلایل زیادی داره. یه دلایلش اینه که اینا موالی بودن، اینا خیلی افراد برجسته نبودن، افرادی مثلا که به چشم می آمده از لحاظ اقتصادی سیاسی نقشی بیشتر خدمتگزار را خدمتگار را بازی میکردن. برو نه نگیم خدمتگزار، اگه خدمتگزار بگیم بگیم اینا فقط پایده بوده به قول خود فارسی زبان باشه، نه اینطوری نبوده، اصحاب هم بوده، شجاعا هم بوده، هر شود علم بدوشا هم بوده، ولیکن چون اینا از اصل موالی حساب میشده به این خاطر دیگه نام از اینا رو خیلی در تاریخ برجسته نکردن، در تاریخ نیاوردن، آدم های بینام و نشانی بودن، ولی آدم های شجاع، هر شود آدم های ولایت مدار، انسان های بسیار با عقیده، هر شود حضور داشته، چون از لحاظ شخصیتی اقتصادی سیاسی از این جهات خیلی نامونشان قرار داشته، نامونشان خیلی برجسته نداشته، ولی در تاریخ ذکر نشده. از نگاه مورخان دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که غیر عرب ها در حادثه عاشورا اصلا دخالت نداشته. یک نظری قوی تر اینه که دخالت داشته. خب فرض ما بر اینه که دخالت داشته، خب اگر نقش داشته در حادثه عاشورا، تعداد از اینها چند نفر بودن در این زمینه؟ آنچنان که کاوش صورت گرفته و بعضی کتاب ها هم نوشته در این زمان که اصحاب امام حسین علیه السلام را در ارشاد عاشورا بیان کردن، بعضی آمدن حدود 10 نفر را نام بردن، حدود 10 نفر را نام بردن که اینا از اصحاب امام حسین علیه السلام بوده و اینها در جریان کربلا وجود داشته. مثلا من چند نفرش را نام میبرم، مثلا یکی سالم ابن عمره، سالم ابن عمر از موالی کوفه بوده، این فرد در کوفه زندگی میکرده، از موالی محسوب میشده. این فرد در عرشبت که قیام مسلم ابن عقیل حضور داشته، نقش داشته و نقش بسیار مهمی را هم داشته. بعدم وقتی به شهادت میرسه مسلم ابن عقیل، این مرد از کوفه فرار میکند، بعد به امام حسین علیه السلام میپیونده. و جالب اینه که وقتی در کنار عرشبت اصحاب امام حسین علیه السلام میرسه، در اولین حمله دشمن که در روز عاشورا صورت گرفت، شهادت اونجا به شهادت میرسه. این یکی از کسانی که مثلا در اونجا از موالی
شمالی بوده و عرب هم نبوده. از کسانی که خیلی عرشود در تاریخ هم آورده شده، در زیارت ناحیه مقدسه، در زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان که نامش ذکر شده، سعید هست که این سعید غلام عمرو بن خالد سیداوی بوده که خود سیداوی خیلی فوق العاده نامش در قضای کربلا آمده و خیلی معروف هم است، ولی از این سعید کمتر نام برده شده و این غلام از همین سیداوی بوده که در کربلا بوده. اینم وقتی عرشود آمد میاد در کربلا، وقتی که با همین مولایش که سیداوی بوده در کربلا میآید، در اولین جنگ اینو محاصره میشود، اینو طور محاصره میشود که حتی بعضیشون زخمی شدن، اینا اکثرا زخمی شدن اینا در محاصره. کی نجات میده اینا را از محاصره؟ آقا ابوالفضل علیه السلام قمر بن هاشم علیه السلام میرود اینا را نجات میده. اینا را که نجات میده، اینا با اینکه زخمی بوده، با اینکه از زخمی و نزدیک از کار بیفته از بس که زخم برداشته بوده، در عین حال تا جان داشته باز از امام دفاع کرده و در روز عاشورا هم به شهادت میرسد. این یک قضیه. با اجازه شما و همینطور بینندگان محترم یک میان برنامه ببینیم، دوباره خدمت شما برمیگردم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی هادی. در برنامه عاشورائیان با موضوع حماسه سازان کربلا در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث ای که چه تعدادی از غیر عرب ها در حادثه عاشورا، در نهضت عاشورا نقش داشتند، کارشناس محترم بیان می کردن و ادامه همین مطلب راجع به در خدمت شما هستیم. در مورد نقش غیر عرب، بله، و به عبارت تاریخی که متاسفانه آورده شده، موالی و کسانی که در کنار امام حسین علیه السلام بودن با عنوان شهادت جان فدا، با عنوان ارشود جان نصار، با عنوان کسانی که مرید ائمه علیه السلام بودن و از اصحابش و از ارادتمندانش، از ولایت مدارانش، و عرض کردیم چند تا رو که حالا قرار شد نام ببریم در این برنامه بسیار ارجمند. و این یکش سعید هست که به نام سعید غلام عمرو بن خالد سیداویه که عرض کردم که این وقتی آمد از کوفه با مولایش آمد با امام حسین علیه السلام پیوست، اینا در اولین جنگ محاصره شدن. وقتی که محاصره شدن، آقا قمر بن هاشم، آقا قمر منیر بن هاشم علیه السلام آمدن اینها رو نجات دادن. اینو با اینکه زخمی شدن، در عین حالی که زخمی شدن، باز هم جانشان را فدای آقا ابی عبدالله علیه السلام کردن. و یکی از کسانی که خیلی معروفه که هیچ کس نمیتونه منکر بشود، عرض شود جون هست، جون یا جوین، دو تا جون. یا جون یا جوین، بالاخره دو تا اصطلاحی که برای ذکر شده، که غلامی ابیذر بوده. خب این در تاریخ معروفه که اصلا غلامی فضل ابن عباس بود، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام او را از او خریداری کرد، به ابیذر هدیه کرد و این هم در کنار ابیذر بود. وقتی ابیذر هم تبعید شد در صحرای ربزه و این تا اون لحظه آخر عمر ابیذر رو در کنار ابیذر بود. بعد از این که ابیذر به شهادت رسید، آمد کنار امام حسن مجتبی علیه السلام. بعد از آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، کنار آقای ابی عبدالله علیه السلام بود و در خانه امام سجاد علیه السلام زندگی میکرد و بالاخره تا قضیهش در جریان کربلا عرض شود به شهادت رسید، که داستانش بسیار هم غم انگیز و هم از اون طرف نشان میده که این چقدر جان فدا بوده و چقدر عاشق ائمه علیهم السلام بوده. که اون لحظه آخر امام فرمود دیگه شما خود در گرفتاری های ما عرشود مبتلا نسازید، شما تشریف ببرید زنده باشید اینا. فعرض کرد ابن رسول الله تا دشمن فقط با ما کار داره، به شما کار نداره، شما آزادید. عرض کرد ابن رسول الله با خوشی ها با شما شریک باشیم، در غم با شما شریک نباشیم، حاضر دور است، حاضر هستیم جان خود
خود را به طبق اخلاص بگذارید، به هر حال به اون صورت به شهادت رسید. و یک از کسانی که در کنار ائمه علیه الصلاه و السلام، در کنار امام حسین علیه الصلاه و السلام به شهادت رسید، کسی است به نام واضح ترکی. اینا ترک بودن، اصلا فارسی زبان نبودن، عرب زبان نبودن، این ترک بودن. این مرد ارشد غلام امام حسین علیه الصلاه و السلام بود و معروف هم بود که فوق العاده شجاعه، رزمنده بود، رزمنده شجاع و قهرمانه. بعد ارشد در لحظه آخری که به شهادت رسید، اون لحظه آخر زنده بود، امام را صدا زدن، امام علیه السلام را صدا زدن. امام علیه السلام طبق معمول که بالای سر همه شهدا و همه مجروحین می آمد، خود امام علیه السلام رسوندن. میگه امام علیه السلام اونقدر دوستش داشت که خم شد، صورت به صورت این بزرگوار گذاشت. میگه وقتی صورت به صورت این گذاشت و صدا زد، گفت عین مثلی، کی چه کسی کجاست مثل من، چه کسی مثل من است، یا من مثل چه کسی مثل من است که امام حسین علیه السلام بیاد گونه با گونهش بگذارد، صورت به صورتش بگذارد. و در این لحظه بسیار زیبا ما همه بینندگان عزیز، همه عاشورائیان عزیز، همه عزاداران آقا عبی عبدالله علیه السلام، این همه عزاداری میکنیم برای چی؟ برای این که انشالله اون آخر لحظه حیات ما امام حسین علیه السلام دست ما را بگیره، کنار ما بیایه. این آقا میگه اون لحظه برای ما بسیار ارزش داشت که امام حسین علیه السلام صورت به صورت من گذاشت. وقتی صورت به صورت من گذاشت، من صدا کردم من مثل چه کسی مثل من است، چه کسی مثل من شرافت داره، عزت داره. به هر حال در اون لحظه جان به جانان تسلیم کرد و به شهادت رسید. و جالب یک جمله در مورد جون بگم، میگه اون جون اون لحظه یا آخر وقتی به شهادت رسید، امام علیه السلام دعا کرد، امام سجاد علیه السلام میفرماید بعد از قضای عاشورا 10 روز بعد جنازه جون رو پیدا کردن. 10 روز بعد وقتی جنازه را پیدا کردن، چنان بوی قشنگی، بوی مشکی، بوی عطرآگینی از او ارشاد منتشر میشد و به مشام میرسید که اصلا ما تعجب کردیم. خب ببینید این چنین کسانی که فدای ائمه علیهم السلام و فداییان عاشورائیان این چنین بوده و چنین عظمتی داشته. به هر حال اینا از کسانی بودن که در قضای عاشورا وجود داشتن. و یکی از کسانی هم که بوده در قضای عاشورا سعد ابن حرس بوده، که اینم یکی از کسانی از غیر عربه. شبیب غلام حرس ابن جابری بوده، اینم ارشاد کوفی بوده، از موالیان کوفه به حساب می آمده که واضح ترکی رو عرض کردم. و شوزب ابن عبدالله غلام بن شاکر، بله، که از موالی بوده و غلام از بن شاکر بودن. و قارب ابن عبدالله دوعلی، بازم از موالیان امام حسین علیه السلام، از خادمان، از غلامان امام حسین علیه السلام بودن. نصر ابن ابی نیزر، اینم یکی از موالیان امام ائمه علیهم السلام بودن. و شاعر که ابی نیزر میگه بدین جهت که از موالیان امیر المؤمنین، بعد امام مجتبی، بعد امام حسین علیه السلام، که بعد در اون باقی ابی نیزر که معروف است که علی علیه السلام او را عرشبت بخشیدن برای فقرای کوفه، بخشیدن و وقف کردن برای فقرای کوفه. جالبه وقتی که آمدن اون باغ را کلنگ میزدن که آب در بیایم، آب در نیامد. بعد همین موالی میگه، همین غلام میگه که امام علیه السلام آمد سوال کرد که چی داری بخوریم، گفتم هیچی ندارم یا امیرالمؤمنین، فقط یک مقدار کدو داریم. گفت بیار اون کدو را. میگه دستای مبارکش شست، کدو را خورد، دوباره دستای مبارک شست، میگه دعا کرد، رفت دوباره هر شود با کلنگ زد، میگه آبی از این برآمد مثل گردن شتر میتونه آب فوران میکردن. بعد خیلی خوش شدن دیگه، خود طبیعی دیگه، خود امام علیه السلام خوش شد، غلاما خوش شد، اهل بیت امیرالمؤمنین علیه السلام خوش شد. فرمود که امام حسن مجتبی علیه السلام بیارید کاغذ، برید کاغذ و دوات را آوردن، فرمودن این وقف فقرای کوفه. این باقر به هر حال یه ابی نیزر در اونجا کار میکرده، به هر حال بعد در کنار امام حسین علیه السلام بوده. اسلم ابن عمرو ترکی، اینا مرشاد یک کسانی بوده که ترک زبان بوده و ارشاد در کنار امام حسین علیه السلام و از غلامان امام حسین علیه السلام بوده. و همچنین جابر ابن حجاج کوفی، که اینم از کوفه، از موالیان کوفه بوده، و اینم در کنار
قضیه آش در کنار اصحاب امام حسین علیه السلام در قضیه عاشورا بوده. به هر حال ما بله افراد بله. زیادی را میتونیم پیدا بکنیم. ما کسی میخواد در این زمینه کاوش بکنه، یک کتاب است به نام اصحاب ایرانی ائمه علیهم السلام، اونجا بله. آمدن در کتاب تاریخ ابن عسیر آمدن، در بله. تاریخ ابن جوزی آمدن و همونطور که گفتم در تاریخ دینوری که همون توال اخبار و توال هست آمدن، در اینجا میتونه کاوش بکنه اصحاب امام علیه السلام. پس نقش غیر عرب ها در نهضت عاشورا پررنگ بوده، خب و اینا نام برده و اینا در رکاب امام حسین به شهادت رسیده، تنها حضور نداشته به شهادت رسیده، درسته؟ بله بله. خب شما چی فکر میکنید چرا اینا به اصطلاح خب معروف نشدن، برجسته نشدن؟ آیا کمکاری از طرف وعاظ سخنراناست یا که خب علت دیگه ای وجود دارد؟ در زمینه خدمت شما همونطور که قبلا هم یک کمر اشاره کردم، ببینید معمولا تاریخ نویسا سراغ افراد سرشناس می روند، برجسته می روند. چطور امام حسین علیه السلام به زبان عربی، فارسی، انگلیسی، به هر زبانی که بنی بشر حرف می زنه نام امام حسین علیه السلام برده می شود، برده می شود. نام آقا قمر بن هاشم علیه السلام برده می شود، نام حبیب بن مظاهر برده می شود، نام خیلی از افراد سرشناس قضای کربلا برده می شود. اما متاسفانه حتی در خیلی تاریخ های عربی هم نام خیلی از این غلام ها نیامدن. عجب. نامه به همین جهته که یک عده منکر شدن، گفتن اصلا حضور نداشتن. مخصوصا اینایی که منکر شدن تحلیل تاریخی رو در نظر گرفتن. بله. شاید توجه نداشتن که در کوفه چقدر موالی زندگی میکردن. گفتن خب در ظرف یک ماه مثلا امام حسین علیه السلام و جغرافیای عربی حرکت کرد، به جغرافیای عربی هم به شهادت رسید. پس بله. غیر عربی اونجا نبود که حضور پیدا بکنه. بله. با یک چنین تحلیل تاریخی آمدن منکر شدن که اصلا غیر عرب وجود نداشت. در حالی که ما دقت بکنیم تاریخ خود کوفه رو بخونیم، بعد عرض شود که این قضیه رو که همونطور با مقدمه عرض کردم گفتم که این قیام اصلا برخواسته از فطرت انسان، خاص درونی انسانه. قیام ائمه و حرکت ائمه و سیره عملی ائمه، وقتی این چنین باشد هر که مسلمانه سعی میکرد خود در قیام برسونه، محب اهل بیت خود برسونه به پیونده. ولذا کسانی که در کوفه بود موالی بود، خیلی اینا شیعه، اکثر اینا هم شیعه بودن، خود رسوندن کنار امام حسین علیه السلام و خود رسوندن در رکاب اون حضرت و شهید شدن خود اونجا. به همین جهت پس بنابراین اگر نام برده نشده به این جهت بوده که اینا موالی بودن. بله. چون موالی بودن از نام و نشان بزرگ برخوردار نبودن و موالی اون زمان یک کلمه تأخیر شده بود و افرادی که در اونجا بود معمولا مورد تأخیر قرار می گرفتن، با این جهت روی اینا خیلی حساب باز نکردن، روی اینا رو تا تاریخ نیاوردن و اینا رو ایت فکر میکنن که در تاریخ هم که بیاریم خیلی نشان دهنده شخصیت امام حسین علیه السلام نخواهد بود. اینطور در حالی که ما میخوایم اینو بگیم که تمام شهدای کربلا کسانی است که اصلا نامش و اسمش رسمش ساخته و جدا بافته و عرض شد تعیین شده است، که حالا انشالله در برنامه بعدی این نکته را عرض خواهم کرد. بسیار خوب، بسیار خوب. پس امروز ما به این نتیجه رسیدیم که نقش غیر عرب ها در نهضت عاشورا پررنگ بوده، که موارد را هم شما نام بردید و علتی که چرا اینها خب در تاریخ پررنگ نشده، به اصطلاح رویش پرداخته نشده، خب شاید علتهایی وجود داشته که شما خب بیان فرمودید. امروز روز اول محرم هست. یکی از اتفاقاتی که امروز اتفاق افتاده مواجهه امام حسین، لشکر امام حسین با لشکریان حر و خود حر هست. چند کلمه ایده این مورد اگر توضیح بفرمایید در خدمت شما. این خیلی جا داشت و فرصت میطلبم که صحبت بشم در پیرامون این قضیه. بله. و همین ملاقات حور با امام حسین علیه السلام باعث هدایت حور می شود و شاید ما حور امام حسین علیه السلام را سابقه آشنایی که چهره به چهره و شفاهی نداشته. بله. اینجا تازه می بینه و همین خاطرم میگه وقتی که آمد اونقدر شفته امام علیه السلام شد، در نماز که شد امام فرمود تو برو با لشکریات نماز بخون
ما با لشکریان خود نماز میخوانم. هورو گفت من از خدا میخواستم یک چنین روزی را که پشت سر فرزند پیغمبر نماز بخونم و همین نماز هم باعث شد که باعث هدایت شد. دیگه در این مورد حرف زیاد هست، انشاءالله در فرصتهای بعدی در خدمت همه بینندگان خواهیم بود. بسیار خوب، بسیار خوب، جان تشکر، ممنون، خیلی برای ما مخصوصا قابل استفاده بود. خوب از این جهت بیننده محترم کارشناس محترم دکتر علی یاور غفاری را در این برنامه انتخاب کردیم چون موضوع برنامه بیشتر تاریخی است، رشته تخصصیشان تاریخ است، تا بتوانیم از این طریق نقطه های پیدا و پنهان حادثه عاشورا را از زبان حضرت کارشناس بیشتر بشنویم و برای ما هویدا شود. برنامه ما اینجا به پایان میرسد، انشاءالله در یک برنامه بعدی در آینده در خدمت شما خواهم بود. از شما، از محضر شما خداحافظی میکنم. بیننده‌های محترم، برنامه عاشورایان با موضوع حماسه‌سازان کربلا به پایان میرسد. تا یک برنامه دیگر، تا یک مهمان مهربان، تا یک مهمان نگاه های سبز شما، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارش.